رای بزر این باره نیلوفر رایوبی مدیر مسئول آسیا تایمز و فعال عرصه حقوق زن در استدیو حضور داره. وقت شما بخیر، خوش آمدین به برنامه. سلامت قرار است به مرحله دوم مذاکرات بریم. حتما بحث و روند را دنبال میکنین. کار تا اینجا چگونه بوده؟ به نام خدا، تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. متاسفانه تا فعلا قسمی که شاهد بودیم این گفتگوهای یا این نشست ها کاملا ناکام بوده، از لحاظ تمام از نظر مردم افغانستان. و یک چیز واضح است، چون از روزی که مذاکرات آغاز شد و باید خشونت ها کاهش میافت، اما برعکس خشونت ها بیش از حد شد و وضعیت تمام افغانستان در وضعیت اضطراری یا خط سرخ قرار داره. ولایات ناام شدن، مرکز از همه مهمتر خیلی ناام شده. و به نظر من این گفتگوها تا فعلا به هیچ نتیجه مثبتی که نرسیدن، حتی ناکام هم بودن. اما هیئت میگه که کار شده نهایی شد، پیشنهادها برای آجندا مشخص است، راهی مرحله دوم بشیم. خب نهایی شدن کارشیوه یک بحث است، ولی به صلح رسیدن و به توافق رسیدن یک بحث کاملا جدا است. درست است، ببینین تقریبا یک سال بیشتر دوام کرد تا تنها به یک کارشیوه نهایی شد. حالا شما خودتون فکر کنین که چند سال دیگر طول خواهد کشید تا اینا با حداقل با یک ماده به توافق برسن. جدا از این، ما و شما شاهد هستیم که هر روزی که در قطر یک نشست صورت میگیره، در افغانستان حتما حملات متعدد انجام میشه. پس این هیچ دلیل به این نمیشه که اگر کارشیوه نهایی شده باشه، ما امیدوار به این باشیم که حتما توافق هم صورت میگیره. درست، حیات میگه یک جنگ 40 ساله را میخواه نقطه پایان بگذاره. بحث های چند جانبه و چند بعدی در میان است. تنها بحث میان دو طرف نیست، مسائل منطقه‌ای و اثرهای منطقه‌ای و حتی جهانی حاکم است روی روند. و در 3 ماه یک دستاورد خوب داشتن، حداقل تانستن کارشور نهایی بسازن، بحث‌های روی آجندا داشته باشن. من دوست دارم نظر خود خیلی واضح بگویم. اگر درست است، احترام دارم به حیاتی که در قطر حضور دارن، زحمت خود کشیدن، درست است، ما نمیگیم که اینا هیچ کوشش نکردن. ولی اگر شما جنگ 40 سال افغانستان به همی مخصوص همی یک مدت خاص، شما اگر اینا رو مقایسه کنید، ببینین خیلی وضعیت افتضاح‌تر از قبل شده. مثلا کشتارها علنی شده، قتل‌های زنجیروی صورت میگیره، وضعیت خود پایتخت ناامن است، حتی شرایط به حدی شده که داخل خانه خود نشسته هستیم و یک راکت میه به خانه شما اصابت میکنه. پس فرق بین عالی و بین 40 سال قبل چی است؟ مثلا فرق بین عالی و بین راکت هایی که قبلا در کابل فایر میشد چی است؟ من نمیفهم که اینا کجای از این مثبت میدانن که در داخل دانشگاه کابل حمله صورت میگیره، شاگردا قتل عام میشن. کجا از این مثبت میدانن که آزادی بیان دارن یک پای هم افرادی که در بخش آزادی بیان کار میکنن، ژورنالیست های مطرح را قتل عام میکنن، در حالی که قبل از این گفتگوهای سال این چیزا به این حد شدت نداشت، ولی حالا هر روز بدتر و بدتر میشه. پس بنابراین من فکر نمی کنم که کارشان موفق بوده. درست. اما آغاز مذاکرات یک گام مهم و یک دستاورد مهم حتی از طرف حکومت و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پنداشته شده. اگر کار پیش بره، حداقل امیدوار کننده است. بدون شک، بدون شک همه کینا با یک توافق کردن، همه کارشیوه را توافق کردن، همه خودش یک گام مثبت است. ولی به شرط این که همه گفتگوها در داخل افغانستان صورت بگیره، حداقل طالبان بیان یک به خاطر اعتماد سازی و به خاطر از اینکه ما مطمئن شیم که اینا آماده تغییر هستن، بیان همین گفتگوها رو داخل خاک خود انجام بدن، اگر واقعا میخواین که صلح بکنن. درست، بیشتر اشاره کردم بس چند بعدی است، اثرهای کشورهای منطقه هویداست در روند میزبانی قطر و تسهیل کردنش حتما بدون خواهش نبوده. ممکن است گفتگوها و مرحله بعدی و ادامه کار در روند سال در درون کشور پیگیری شما؟ به نظر من بهترین پیشنهادی که تا حالا از طرف حکومت شده همی است که باید گفتگوها در داخل خاک افغانستان صورت بگیره.
و این خودش میتونه یک ایجاد یک اعتماد یک امید برای در بین شهروندا پیدا شود و شهروندا اعتماد کنند به طالبان که واقعا اینا میخواین که صلح با ما بکنن نه با کشورهای همسایه یا منطقه دست. اینجا بحث صلح افغانستان است، نه بحث صلح با قطر است، نه بحث صلح با امریکا است. اگر میخواین صلح با امریکا بکنن پس بحثش جداست، ولی اگر میخواین با افغان ها صلح کنن، فکر کنم حکومت یک پیشنهاد خیلی عالی برشان ارائه کرده که بیاین در افغانستان، در پایتخت افغانستان به میز مذاکره بشین. چه خوب گفته، هر جای افغانستان که طالبان انتخاب بکنن. اما واکنش طالبان را به خواست حکومت دیدین؟ گفتن که حکومت در پی تخریب روند با چنین پیشنهادها و موضع‌گیری هاست. به نظر ما حکومت خود را ثابت کرده در طول گفتگوهای صلح، حکومت خیلی بارها خود را ثابت کرد. اگر زندانیانشان بود آزاد کرد، اگر شرایطشان بود قبول کرد، اگر حتی در انتخاب حیات مراعات کردن. ولی اگر بازم طالبا میخواین که متهم کنن که حکومت میخواین که این پروسه را سابوتاژ کنه، پس شاید مشکل جای دیگری هست. درست. اما این خواست میتونه در حد یک پیشنهاد باشه، نه در حد یک خط سرخ و یک بحث بسیار حاکم و وارد و قطعی. بحث گفتگوها در کابل؟ بله، در درون افغانستان. به نظر ما در حد یک پیشنهاد خب طبعا پیشنهاد شده، اما اگر خط سرخ باشه خیلی خیلی بهتر از بخاطر رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگه نباید چنین بحث بسیار جدی گرفته شود، نیاز به توافق هیئت های هر دو طرف داره. و هشدار داده حتی که نباید این مسئله تاخیر در آغاز مرحله بعدی مذاکرات را به میان بره. خب 100% ما واقعا نمیخوایم که این مذاکرات به تعویق بیفته، ولی خواهش ما همی است که حداقل همین گفتگوها در خاک افغانستان صورت بگیره. بسیار خوب، میخوایم وارد بحث دیگر شویم. اول کرده هیئت را تایید میکنین تا اینجا نقش زنان در روند به ویژه در جریان 3 ماه مذاکره در چه حد بوده؟ در کل تمام هیئتی که در این گفتگوها اشتراک کردن به نحوه سهم خود را ادا کردند، مخصوصا از خانم‌ها، گرچه تعداد کم بود، گرچه در اوایل حتی به میز مذاکره راه داده نمی شدند، ولی در همین نشست های آخری که متوجه شدیم نقششان بد نبوده، اما کافی نیست. می خواهیم بگویم که کافی نیست، بله باید بیشتر شد. خب نگرانی درباره روند، آینده روند، جایگاه و حقوق زنان پس ها صلح دارین؟ 100%. تنها نگرانی ما زنان همی است که ما نمیخواییم که دستاورده ای 18 سال خود از دست بدیم. همینطوری که من اینجا آمدیم خیلی راحت میشینم در پرده تلویزیون ظاهر میشم، نگرانی خود ابراز میکنم، میتونم صدای خود بلند کنم. من این نگرانی هم دارم که فردا اگر طالبا بیایند شاید مرا خانه نشین کنند. شاید چی به پرده تلویزیون که بسیار دوره، شاید حتی اجازه ای را نداشته باشم که بیرون از خانه برایم. پس یگانه نگرانی ما زنها همی است که همی دستاوردهای خیلی کمی را که ما فعلا داریم خیلی زیاد هم نیست، نمیخوایم از دست بدیم. درست. در 3 ماه مذاکره میانه هیئت های دو طرف کم از کم تانستین بفهمین که دیدگاه طالبان درباره آینده زنان چیست؟ خب تا جایی که میخوایم بگویم که خیلی رفتارشان خوب نبوده، یعنی خیلی واضح بر ما نشان دادن که ما اگر بخواهیم بیایم دوباره همون دوران، همون 5 سال سیاهی که در دوران طالبا زنان داشت همون را میخواین حاکم کنن. ولی این را میخواییم برای طالبا از همینجا از تریبیون شما بگویم که شما ولو صلح بکنین نکنین، ولو بخواین بیاین با ما در این کشور ما دوباره یک جای زندگی کنین نکنین، ولی ما به عقب بر نمیگردیم و ما حاضر نیستیم که دستاوردهای خود قربانی شما بکنیم یک بار دیگر. بسیار کوتاه آخرین پرسش، کسان درباره نتیجه بخش بودن ادامه مذاکرات بی باور هستند، شما چی مذاکرات به نتیجه میرسه، به نتیجه که قابل پذیرش باشه؟ خب اگر ما بخوایم که در این مرحله متوقف شم بکنیم خیلی بحث منطقی نیست، پس بنابراین میخوایم که بحث اینمی گفتگوها ادامه داشته باشه تا حداقل بر یک توافق نسبی برسیم.